سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از حرفهای تند و جنجالی آقای احمد ایران دوست به سران حکومت، با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. آقای احمد ایران دوست، بازیگر ایرانی که توی این مدت اعتراضات اخیر هم مثل خیلی از هنرمندان ساکت نموند و حرفهای تند و جنجالی رو در فضای مجازی منتشر میکرد، هنوز هم به همین رویه ادامه میده. آقای ایران دوست با انتشار این عکس از حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، و این خبر که روحانی وارد رقابت انتخاباتی جدید می شود نوشت: سنگ پای قزوین و آبادان و لاس وگاس رو از روی این ساختن، بیا پایین داداش. با توجه به اینکه الان در ماه رمضان هستیم و در شبهای قدر همه مشغول حلالیت طلبیدن و دعا کردن و تا صبح بیدار موندن و قرآن خوندن هستن، نوشت: من 365 روز جوری زندگی میکنم که لازم نباشه 3 شب از کسی حلالیت بگیرم. در استوری بعدیش هم نوشت: ایرانی ها تا دیروز، بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، امشب تو رو خدا تو این شبای عزیز مارم دعا کنید، شیشه میزنید؟ در استوری دیگه ای هم نوشت: عزیزانی که رفتن مسجد گناهاشون ریخته شده و چهرهشون نورانی، لطفاً نور پایین حرکت کنن، ما کور نشیم، با تشکر. در استوری بعدی هم نوشت: تفاوت یارانه با فطریه، یارانه سالها ثابته ولی فطریه هر سال آپدیت میشه، حالا دلیلش اینه که یارانه رو خودشون باید به ملت بدن ولی فطریه رو خودشون از ملت میگیرن، به همین سادگی، به همین بدذاتی. با انتشار استوری نوشت: دینی که با خوردن آب در ملأ عام به خطر بیفته ولی خوردن حق مردم تکونش نده دین نیست، توهمی است برای عوام و نعمتی است برای مسئولین. در استوری دیگه هم نوشت: اصلی ترین روزه نخوردن حق مردمه و مدت اون 12 ماهه. با توجه به ادامه داشتن موضوع تلخ و دردناک مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر، با انتشار این عکس دردناک نوشت: یه دوتا دوربین هم اینجا بذاریم ببینم این دیوس کیه شیمیایی میزنه دختر مردم. احمد ایران دوست با انتشار این عکس که نوشته: تا زمانی که امنیت فرزندم تامین نشود او را به مدرسه نمیفرستم، گندش رو در آوردید دیگه، نوشت: بله، مسخرش رو در آوردید، کاری نداره یه مأمور گذاشتن جلو در هر مدرسه و تامین امنیت. در استوری دیگه هم نوشت: اگر نمی توانید بی حجابی زنان رو تأمل کنید، وانمود کنید که ندیده اید، نگاهتون رو به سمت دیگری معطوف کنید، خودتون رو به ندیدن بزنید، دقیقا همون کارهایی که در برابر فقر، بی عدالتی، دزدی، اختلاس، گرانی، نابودی محیط زیست، منافع ملی و مهاجرت نخبگان و غیره می کنید. با توجه به وایرال شدن ویدیوی تلخ و دردناک ماست پاشیدن یک بسیجی ارزشی به سر دو بانوی ایرانی که حجاب اجباری بر سر نداشتن، نوشت: این دیوس بیناموس کیه؟ اون سطل ماست رو؟ بله. در استوری دیگه ای با انتشار این عکس از عامره به معروف که ماست رو بر سر زنان پاشیده بود، ده این خبر که صدور حکم جلب عامره به معروف ترقبه و دو زن که مورد حمله قرار گرفتن، احمد ایران دوست نوشت: مکروه و کثیف مثل ابن ملجم. در استوری دیگه ای هم باز همون عکس رو منتشر کرد و نوشت: اول صبح گذاشتمش تو مسترا، خدا رو شکر شکمم کار کرد. آخه این چه قیافه ایه؟ تو مداح شمر بشو، اسم حسین علیه السلام رو نیار، بی ناموز. در استوری دیگه ای با انتشار این عکس و خبر که طرح مجلس برای حجاب اجباری از ابطال گواهی نامه و پاسپورت تا جریمه 3 میلیارد تومانی برای زنان، احمد ایران دوست نوشت: چه خبره بابا، بودجه کم آوردین؟ 3 میلیارد جریمه اگر دو تارش بیرون باشه میشه 100 هزار تومان مثلا، دیگه باید خلافی زنامون هم بدیم قبل عقد. در استوری دیگه ای با توجه به استفاده از فیلتر شکن در ماه‌های گذشته نوشت: پدر مادرای ما کانالای ماهواره رو قفل می‌کردن ولی ما الان داریم بهشون فیلتر شکن میدیم، ما نسلی هستیم که همیشه جواب بدی رو با خوبی دادیم.
استوری هم با عکس جنیفر لوپز منتشر کرد که نوشته دارم روی پروژه جدیدم کار میکنم که به زودی بیرون میاد و قلب و پرچم ایران رو گذاشت. احمد ایران دوست براش نوشت مرسی از گذاشتن پرچم ایران و مرسی از آهنگ به زبان فارسی به زودی. در استوری دیگه هم این حرفهای بازیکن تیم ملی فوتبال روسیه رو منتشر کرد که در مورد زندگی در ایران حرف زده بود که در این روزها در فضای مجازی بسیار داغ و وایرال شده. احمد ایران دوست با انتشار این عکس از اون نوشت میگه غذا نبود، اینترنت نبود، تفریح نبود و نبود. بازیکن تیم ملی فوتبال روسیه سطح زندگی در ایران رو بسیار پایین خوند. احمد ایران دوست در ادامه نوشت مقصر اون رئیس جمهور دیوس و بیشرف شماست و الا روسیه پشم ایران هم نبود. بعد از توافق دستوری ایران و عربستان بعد از چندین سال که اون هم معلوم شد به دستور ارباب چین بوده، احمد ایران دوست با انتشار این عکس که کافری که دو مسلمان رو آشتی داد نوشت بله، بالاخره بله، البته برای ما کافر نیست، به قول آقایان بله. با انتشار این عکس هم نوشت بله، داشتم صبحونه میخوردم، با اینکه هیچ کدوم رو سعادت نداشتم ببینم، یهو رگباری از جلوی چشام رد شدن و بغض گلوم رو گرفت. غواصهای شهید کربلای 4 عظمت بالایی دارن، نمیدونم داستان چیه، من که هیچ کاره نظام هستم، وجدان درد گرفتم. اون مسئول بیلیاقت نفهم رو نمیدونم شب چجوری میخوابه، صدای ناله ها و اشهد گفتنشون رو نمیشنوید؟ من که تجسم میکنم خیلی هاشون دوست داشتن مادرشون رو برای آخرین بار غل کنن یا بچه هاشون رو. توف تو ذات کثیفتون که قدرشون رو نمیدونین. روحشون شاد. ایشون در جدیدترین پست خودش هم ویدیویی منتشر کرده با شهربانو منصوریان که حرفهای تند و جنجالی رو به سران نظام میزنن و بالای اون نوشته 80% مردم ایران شعبده بازن. بله آقا، قسم میدم توی ایران شعبده باز خوب داریم؟ بله که داریم. چه شعبده بازایی؟ 80% مردم ایران با این حقوق که دارن میگیرن، واقعا با این تورم باید هم پول کرای خونه رو بدن، مریضی رو بدن، خرج تحصیل بچه رو بدن، شونه تخم مرغ رو بدن، مرغ رو بدن، گوشت رو بدن، کوفت رو بدن. تازه الان جدیدن چیزای جدیدتری هم اومده. 80% مردم ایران روی دیوید کاپرفیلد رو سفید کردن. اون از دیواره مستقیم می رفت و از دیوار رد می شد. مردم ما دارن از یه دیواری به نام تورم که اینا میگن 60 و 80 و 70 دارن رد می شد. دمشون گرم. دمشون گرم. یه سال پرسیدم چرا سالت گرفتم؟ نه، چون که پر بود. مردم ما حقشون نیست. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت می کنید.